با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه دوستان عزیز از گروه توانمندسازی زنان در خدمتون هستیم امشب. امروز 4 مارس چهارشنبه سال 2020 هست، ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا. در خدمت سخنان عزیزمون هستیم، سرکار خانم زینب سالاریفر. امشب میخوایم در واقع در مورد کتاب و کتابخونی و فرهنگ کتابخونی صحبت بکنیم. در خدمت سرکار خانم سالاریفر هستیم که در واقع انترپرنور هستن تو زمینه کتاب و فرهنگ سازی برای ایرانیان عزیز که کتاب بتونن راحت تر به دستش برسه و کتابو بخونن، و خیلی خوشحال میشم از اینکه در خدمتتون هستم امشب که بتونیم یه وبینار خیلی عالی رو در کنار سرکار خانم برگزار بکنیم. قبل از اینکه شروع بکنم که کنفرانس رو بدم خدمت خانم سالاریفر، یه نکته رو خواستم عرض کنم خدمتون. گروه توانمندسازی زنان همونطور که باهاش آشنا هستین کما بیش، در زمینه برگزاری وبینارهای بسیار جالبی که مربوط به Persian Women Empowerment بشه تو زمینه‌های مختلف در حال برگزاری و فعالیت‌های وبینارها و به صورت آنلاین هست که ما دوستان بسیار زیادی داریم از همه جای دنیا. خانمان عزیز به این وبینارهای ما شرکت می‌کنن، کسانی که علاقه‌مند هست سخنرانی میکنن در وبینارهای ما تو زنهای مختلف. بحثای لیدرشیپی ما داشتیم، بحثای حقوق زنان هست، مدیریت هست، پزشکی، کاریابی، نحوه رزومه نویسی، فرزند پروری، زمینه های مختلف، روانشناسی، در هر زمینه ای که باعث بشه که خانم ها ایمپاور بشن و چیزهای جدید یاد بگیرن و آگاهیشون افزایش پیدا بکنه در جهت ارتقاء سطح فرهنگی، اجتماعی، کاری، تخصصی زنان ایرانی در کل دنیا ما فعالیت میکنیم. یه نکته ای هم عرض کنم خدمتتون، ما سخنرانایی که دعوت میکنیم تو گروه های مختلف، این عزیزان همشون به هر حال متخصص هستن توی اون زمینه خاص و پروفشنال هستن، ولی ما اگر که مورد تخصصی خاصی هست، ما به اختیار خود دوستان شنونده و بیننده قرار میدیم، و اگر میخواین خیلی تخصصی تر در مورد یه موضوعی اطلاع پیدا بکنین، دیگه به عهده خودتونه. ما فقط در هم آموزش این مسائل رو اینجا عنوان می کنیم. خب من در اینجا صحبتم رو کوتاه میکنم و از خانم سالاریفر دعوت میکنم که لطفاً خودشون رو معرفی کنن و به ما بگن که چی شد که در واقع یه کار به این جالبی و یه اینویشن به این جالبی رو راه اندازی کردن، و خوشحال میشم که بیشتر در مورد خودتون و کارتون با ما صحبت بکنین. هستن در خدمتون، بفرمایید خانم. سلام خدمت شما و همه عزیزان حاضر و اعضای گروه توانمندسازی زنان ایرانی. من زینب هستم، مؤسس سایت بوکچه. من تحصیلاتم مدیکال اینفورماتیکس و اینفورمیشن ساینس بوده و قبل از شروع این کار در دانشگاه تدریس می‌کردم. از خانواده کتابخونی هستم، همین باعث شد که بوکچه رو راه بندازم. از کودکی کتابخونه بزرگی داشتم، کتاب‌های متعددی داشتم، از تفریحاتم رفتم به خیابون انقلاب و خرید کتاب بوده. از همون زمانم کتاب‌هامو با دیگران به اشتراک می‌ذاشتم، کتابخونه‌ای داشتم، دفتر یادداشتی که تو شماره کتاب‌ها همه شماره و سری داشتن، یادداشت می‌کردم که به چه کسی دادم. خیلی موقع‌هام البته کتاب‌هام برنمی‌گشت و گم می‌شد. در سالهای اخیرم هر باری که به ایران سفر کردم، بیشتر این چیزی که با خودم آوردم کتاب بوده، چه برای خودم چه برای بچه هم. به همین خاطر فکر کردم که شاید بهتر باشه که به خاطر این کتاب‌های متعددی که داشتم، این ایده به ذهنم رسید که بتونم این کتاب‌ها رو به صورت منظم‌تری با دیگران به اشتراک بذارم، اون هم نه فقط با دوستای خودم، بلکه کسایی که اصلا نمی‌شناسمشون. در این حال دیدم که خیلی های دیگه هم هستن که کتاب های زیادی دارن و دوست دارن که به دیگران امانت بدن یا بفروشن. بنابراین باعث شد که این وبسایت ساده‌ای که من تو ذهنم بود به یه مارکت پلیس تبدیل بشه. حالا میخوام بیشتر در مورد سایت بوکچه توضیح بدم که چی هست و مارکت پلیس اصلا یعنی چی.
احتمالا خیلی از شماها با واژه مارکت پلیس آشنا هستید. مثلا سایت هایی مثل ایبی، آمازون، اتسی از مارکت پلیس های خیلی مشهوری هستن که میشناسیمشون. مارکت پلیس یعنی بازارچه، به فارسی میشه همون بازارچه، جایی که خریدار و فروشنده به هم میرسن. این سایت هم دقیقا یه بازارچه کتابه، جایی که فروشنده، امانت دهنده، خریدار، امانت گیرنده کتاب رو به هم میرسونه و یه محیطی فراهم میکنه که این کار صورت بگیره. تمرکز اولیه این بازارچه هم کتاب فارسیه، برای کسایی که به کتاب فارسی علاقه‌مند هستن. حالا کاربرهای سایت ما چه کسایی هستن؟ ما به اسم بایرز و سلرز در سایتمون داریم. یعنی بایرز در واقع اون کسی هستش که خدمات رو دریافت میکنه و سلر اون کسیه که خدمات رو ارائه میده. حالا ارائه خدمات میتونه هم فروش کتاب باشه، هم اجاره کتاب، و دریافت خدمات هم میتونه هم اجاره کردن کتاب باشه، هم خریدن کتاب. خدمات هم که گفتم هم میتونه اجاره باشه و هم فروش کتاب. حالا تفاوت ما با سایر کتاب فروشی های آنلاینی که وجود داره اینه که ما فراهم کننده محیط این بازارچه هستیم و امنیت خرید و فروش رو برای کاربرامون فراهم میکنیم. در واقع ما خودمون لزوماً فروشنده کتاب یا اجاره دهنده کتاب نیستیم، ما محیط رو فراهم کردیم. افراد میتونن بیان در این سایت عضو بشن و خودشون در واقع این سایت رو بچرخونن. مزیت رقابتی ما اینه که اولین و تنها بازارچه فروش اجاره کتاب فارسی در دنیا هستیم. این محیطی که فراهم شده رایگانه و هدف تبادل کتاب کاغذیه. با تبادل کتاب و اجاره کتاب دست دوم، فروش کتاب دست دوم، ما میتونیم از محیط زیست حمایت بکنیم و این قابلیت برای استفاده اکثریت ایرانیهای خارج از کشور فراهمه. لزوماً چون که ما در امریکا حضور داریم فقط مختص ایرانیهای آمریکا نیست، ایرانیهای سایر کشورها هم میتونن از این خدمات استفاده بکنن. امکانات دیگری که ما میتونیم توی سایت فراهم بکنیم و بعضی هاش هم فراهم هستش اینه که شما مثلا بورد گیم دارید برای بچه هاتون یا خودتون و استفاده نمی کنید یا کمتر استفاده می کنید، می کنید اونها رو اجاره بدید یا حتی دست دوم بفروشید. اگر بازی های فکری دارید که دوست دارید با دیگران به اشتراک بذارید، باز امکانش وجود داره. یه امکان خیلی خوبی که سایت داره اینه که این گزینه کتاب صوتی برای شما وجود داره، اون هم نه به این صورت که ما کتاب‌های صوتی دیگران رو اینجا بخوایم دوباره به فروش برسونیم، بلکه شما خودتون میتونید کتاب صوتی تولید بکنید، کتابی رو که دوست دارید بخونید، بعد با صدای خودتون ضبطش بکنید و در سایت ما به اشتراک بگذارید. میتونید مجانی اشتراک بذارید، میتونید بفروشید، هر جوری که خودتون صلاح میدونید. صاحب اثر در واقع اون فردیه که خودش کتاب رو ضبط میکنه. اگر مطالب آموزشی و کمک آموزشی دارین که به صورت فایل پی دی اف هر چیزی که هست، باز میتونید از طریق سایت به اشتراک بگذارید. موارد کمک آموزشی مثلا کتاب‌های کمک آموزشی، ابزار آموزشی فرض کنید مثلا الفبای فارسی، کالاهای اینطوری هم از طریق این سایت میتونه به فروش برسه یا به اشتراک گذاشته بشه. همچنین حتی اگر شما صاحب اثر هنری هستید یا کالایی تولید میکنید میتونید اون رو در این سایت بفروشید، چون اینجا مختص ایرانیهای خارج از کشوره و شاید کالایی که شما تولید کردید اینجا خیلی راحت تر دیده بشه. در آخر این در واقع توضیحات اولیه، کاری که شما میتونید انجام بدید برای شروع کار اینه که در سایت ما عضو بشید، یک کتابی به اشتراک بگذارید، بعد با معرفی سایت و اون کتابی که به اشتراک گذاشتید یا کالایی که به اشتراک گذاشتید با دیگران، با دوستانتون، با اطرافیانتون هم در کردیت دریافت بکنید، هم افراد بیشتری رو عضو این سایت بکنید، نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال بکنید.
اگر که شما این سایت رو به دیگران معرفی بکنید، در واقع این مارکت پلیس برای همه ما طراحی شده. اگر افراد بیشتری عضو سایت بشن، هم کتاب‌ها و کالاها تنوع بیشتری خواهند داشت و همین که بیشتر در دسترس شما قرار خواهند گرفت. مثلا عزیزانی که در شهرهای بزرگ هستن، در کشورهای دیگه هستن، اگر ایرانیای بیشتری رو در اطراف خودتون اطلاع رسانی بکنید بهشون و این افراد کتاب‌هاشون رو به امانت بگذارن، باعث میشه که شما از طریق سرچی که حالا در سایت نشونتون خواهم داد بر اساس محل زندگیتون اون کتاب‌ها رو نزدیک خودتون می‌بینید، حتی ممکنه گزینه پیکاپ برای اون کالا فعال شده باشه که باعث میشه خب هزینه پست کمتری رو پرداخت بکنید. تشکر می‌کنم از اینکه این مقدمه رو گوش دادید و این آدرس ایمیل ما هستش info@bookcheh.com و این آدرس وبسایت هست bookcheh.com. من الان میخوام برم در سایت بوکچه و به شما نشون بدم که از اول که وارد سایت میشید چه کارهایی رو میتونید انجام بدید و چه راههایی وجود داره. شما هم میتونید با کلیک بر این با رفتن به سایت بوکچه همراه من باشید. من در اینجا خدمت دوستان عزیز عرض کنم که اگر سوالی دارین بعد از اتمام سخنرانی زینب جون، شما میتونین هم در قسمت راست صفحتون تو قسمت Q&A سوالاتون رو در واقع تایپ بکنین که اینجا مطرح کنین، و اگر دوست دارید من میتونم میکروفون شما رو باز بکنم و به صورت صوتی صحبت بکنین با ایشون و سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. بفرمایید خانم سالار. الان شما وبسایت رو می‌بینید دیگه؟ بله. این صفحه اول وبسایت ما هستش. در سمت راست اون بالا قسمت ساین اور جوین وجود داره. شما بدون اینکه عضو سایت بشید میتونید سرچ بکنید و کتاب‌های مورد نظرتون رو پیدا بکنید، ولی برای سیو کردنش یا خریدش حتما باید عضو سایت بشید. برای عضو شدن در سایت به این کلیک می‌کنید، این صفحه باز میشه. شما میتونید اینجا یوزرنیم و پسورد خودتون رو وارد کنید و رجیستر بکنید. من آلردی رجیستر کردم، خب اینجا لاگین میکنم. وقتی شما لاگین میکنید در سایت، چیزی که میبینید صفحه سلر و بایر هست. سلر به معنی اینه که شما میخواید خدمات ارائه بدید و بایر به معنی اینه که میخواید خدمات دریافت بکنید. برای سلر گزینه هایی که وجود داره اینه که شما از این نوار کنار سایت میرید قسمت پروداکت، اول از همه میتونید برید قسمت شاپ. اینجا اسم فروشگاهی که میخواید بزنید، در واقع فروشگاه به معنی این نیست که شما یه ناشر هستید که میخواید کتابی بفروشید، نه، شما یه فردی هستید که فکر می‌کنید 3-4 تا کتاب مناسب دارید یا یه دونه کتاب مناسب دارید و دوستانتون هم ابراز تمایل کردن که کتاب شما رو داشته باشن. شما تشریف می‌برید اینجا، اینجا ثبت نام می‌کنید. فرض کنین اسم استوری که من گذاشتم بوکچه هستش. اینم مال یو آر الش هست. اینجا ثبت نام می‌کنید، لوگوتون رو وارد می‌کنید. اینجا آدرس رو می‌زنید. و در آخر برای اینکه توی سرچ های لوکیشن ما شما کالاتون ظاهر بشه حتما این گت پوزیشن رو میزنید و مکان روی نقشه مشخص میشه. بعد قسمت پالیسی فروشگاهتون هست که در مورد پیمنتش هست، پالیسی که دارید مینویسید، در مورد دلیوری که چقدر ممکنه طول بکشه. اگر شما فروشنده‌ای هستید که از خارج از فرض کنید امریکا میخواید به امریکا ارسال بکنید، باید یه استیمیتی داشته باشید که دلیوریش ممکنه طولانی بشه، ممکنه 2 هفته، 3 هفته، 10 هفته، هر چقدر که هست طول بکشه. اینکه شما ریترن رو قبول میکنید یا نه، ریفاند پالیسیتون رو مینویسید و گزینه های دیگه. بعدم برای اینکه توی سرچ ها پیدا بشه این سئوی استورتون هست، اینجا میتونید اطلاعاتی یا تگ هایی رو وارد بکنید که کالای شما بیشتر
در سرچ های گوگل و اینها پیدا بشه. بعد از اینکه این رو ساختید، شما میرید قسمت پروداکت. در قسمت پروداکت شما میتونید بفروشید کتاب، میتونید رنتال انجام بدید. در قسمت سیل میزنید اد پروداکت. اینجا نشون میده که تایپ کالای شما چیه. میتونه فیزیکال باشه، میتونه دیجیتال باشه. اون دیجیتال همون پی دی اف یا کتاب صوتی بود که در موردش صحبت کردم. اینجا انتخاب میکنید و لود میکنید. بعد برای فیزیکال هم اینطوری هست. شما فرض کنید هم میتونید کتابتون رو بفروشید هم اجاره بدید. تایتل برای اون آدرس بالا یو آر الش رو هر تایتلی که دوست داشته باشید انتخاب میکنید. اینجا قیمتی که میخواید رو وارد میکنید. فرض بکنید که میخواید کتابتون رو اجاره بدید، مشخص میکنید که ساعتی، اگر حالا تو شهر خودتون بخوان اجاره کنن میتونن ساعتی اجاره کنن، اگر خارج از شهر باشه خب منطقیش اینه که روزانه اجاره بشه و یه قیمتی رو بر اساس روزانه میدید، اون قیمتی که خودتون مد نظرتون هست. یه چیز خیلی مهمی که این وبسایت داره اینه که ما رنتال سکیوریتی دریافت میکنیم. این به معنی این هستش که در ازای کالایی که قرار امانت داده بشه ما یه پولی رو دریافت میکنیم، هولد میکنیم و تا وقتی که اون کالا به اون فردی که امانت داده شد داده ریترن نشه، بر نگرده و اون فرد به ما نگه که این به همون اندازه که اجاره داده سالم هست یا نه، این رنتال سکیوریتی بر نمیگرده. بنابراین اون مشکلی که من اول صحبتام گفتم که کتاب ها میرفت و دیگه بر نمیگشت، اینجا شاید بشه جلوش رو گرفت. اونم به این صورت که فرض کنیم یه هزینه مشخصی رو شما در نظر میگیرید که اگر کتابتون رو برنگردوندن بهتون، این هزینه به شما پرداخت میشه و به اون فردی که کتاب رو اجاره کرده برگردونده نمیشه. اینجا اطلاعات دیگر رو وارد میکنید و اگر که شما فقط دوست داشته باشید تو شهرتون اجاره بدید یا مشکلی با این نداشته باشید که کسی کتاب رو ازتون بخواد بیاد پیک آپ بکنه، این گزینه رو اینجا انتخاب میکنید که کسی دوست داشت اگر در نزدیکی محل زندگی شما بود با تماسی که با شما میگیره کتاب رو میاد ازتون دریافت میکنه و خب این باعث میشه که هزینه پست کم بشه. اینجا هم اطلاعات دیگه هست. پابلیشر هست. اگر پابلیشر و ناشری که شما اون کتاب رو ازش به اشتراک گذاشتین در لیست ما نبود، اینجا میتونید درخواست بدید که ما اون پابلیشر هم اضافه بکنیم. کتگوری ها هستن که میتونید انتخاب بکنید ازشون و اطلاعات دیگه که اینجا هست. عکس وارد کنید، دسکریپشن اون کالا و این قسمت شیپینگ هست. اینجا شما انتخاب میکنید که میخواید شیپ بشه یا نشه و به چه کشورهایی شیپ میکنید و آیا فری شیپینگ هستید یا نیستید. اگر حتی فری شیپینگ باشید شما بعد این قسمت شیپینگ پایین رو انتخاب بکنید و مشخص کنید که چه این اینجا مثلا شما میزنید شیپ به نیویورک فرض کنید یا به کل یونایتد استیتس، شیپینگ کمپانیتون مشخص میشه، مثلا USPS، DHL، FedEx و چیزهای دیگه. مثلا کشورهای دیگه میتونن این گزینه آدر رو انتخاب بکنن. و اون پروسسینگ تایمی که این شیپینگ روش شیپینگ رو میکشه و هزینش. پس حتی اگر فری شیپینگ بودین شما این گزینه رو باید پر بکنید تا کالاتون مقابل خرید بشه. و اینجا به جای هزینه صفر رو میزنید، زیرو رو میزنید. و برای رنتال جدا این چیز رو وارد میکنید. کالاهای رنتال. خب این قسمت پروداکت هامون بود. قسمت دیگه شما میتونید وقتی که عضو سایت شدید از طریق این لینک Share and Earn
این لینک رو به افرادی که دوست دارید سایت رو بهشون معرفی بکنید بفرستید و اگر از طریق شما عضو سایت بشن و کالایی رو خریداری بکنن، شما از طریق اون یک کردیتی دریافت میکنید. این گزینه فعلا وجود داره و معلوم نیست که ما تا کی این رو ادامه بدیم. این جدیده و ممکنه موقتی باشه. بعد شما میتونید ریوارد پوینتاتون رو اینجا ببینید. اگر پوینتی دریافت بکنید، کردیتی دریافت بکنید، اینجا قابل دیدن هست. اجازه بدید. میزان فروشتون اینجا مشخص میشه بر اساس تاریخ یا کالاهایی که رنت دادید و کردیتی که دریافت کردید، همین اینجا مشخصه. و میتونید کالاتون رو پروموت بکنید از طریق اینجا. کالاهایی که دارید رو انتخاب میکنید و مشخص میکنید که من میخوام کالام رو پروموت بکنم. برای این شما باید حتما در سایت کردیت داشته باشید، چون پروموشن رایگان نیستش و هزینه دریافت میشه بابتش. میتونید استورتون رو پروموت بکنید و یه گزینه مهمی هم که ما داریم باک اکسپورت و ایمپورت هست. یعنی شما اگر 100 کتاب داشته باشید میتونید 100 کتاب رو از طریق فایل اکسلی که درست میکنید اینجا ایمپورت بکنید. اول به شما توصیه میکنم که یه بار دستی کتاب رو وارد بکنید، بعد اکسپورت بکنید تا فرمت این فایل اکسل دستتون بیاد که به چه صورتی چه اطلاعاتی رو باید وارد فایل بکنید و بعدش ایمپورت میکنید. اگر هم مشکلی در این زمینه براتون پیش اومد، حتما به ما ایمیل بزنید، ما کمکتون میکنیم که فایل اکسلتون رو در سایت ایمپورت بکنیم. این برای کسایی که تعداد کتاب زیادی دارن گزینه خیلی راحتی هست برای اشتراک گذاشتن کتاب ها. زینب جان، من یه سوالی داشتم. خیلی دوست دارم که صفحه اصلی در واقع وبسایتتون هم به دوستان که دارن نگاه میکنن نشون بدین که بله مشخص بشه که چه به کاتگوریایی هست و چه چیزایی رو میتونن توی وبسایت پیدا بکنن یا اینکه بتونن آپلود بکنن. بله حتما این قسمت هم معلوم میرم. این قسمت بایر هم من یه توضیحی بدم. اینجا کتاب هایی که شما گرفته باشید اینجا مشخص میشه و گزینه بیشتری نسبت به سلر وجود نداره، غیر از اینکه آدرستون رو میتونید اینجا وارد بکنید یا کتاب هایی که فیورایتتون هستن رو ببینید یا کنسل بکنید. حالا ما برمیگردیم میریم به خود سایت. اینجا کاتگوری هایی هستن که ما فعلا درش کتاب داریم. این گزینه کتاب های فیکشن هم هستن، اینها کتاب های سایکولوژی هستن. نکته مهمی که این سایت داره اینه که ما دیفالت سایت بر اینه که ما میخواستیم کتاب ها تبادل بشن، یعنی به امانت داده بشن و گزینه فروش کتاب اولویت ما اولویت اولمون نبوده. برای همین وقتی شما میخواید کتابی رو سرچ بکنید، اولین گزینه فور رنت میاد. اینجا شما قسمت فیلتر، اگر میخواید کتابی بخرید حتما باید فیلتر کنید که کتاب‌های فروشیمونو ببینید. بعد میتونید اینجا کتاب‌ها رو سورت بکنید بر اساس این چیزهایی که وجود داره، فیچرز، پرایس. اینجا کاتگوری‌هامون هستن که باز اینجا میتونید فیلتر بکنید. اینا پابلیشرها هستن. بر اساس قیمت میتونید فیلتر بکنید. و اگر قسمت برای قسمت رنتال شما لوکیشن رو فعال کرده باشید، اینجا سیتیتون رو وارد بکنید، کتاب ها بر اساس محل زندگی هم سورت میشن. بعد اول این گزینه فعال بشه و شما میتونید کتاب هایی رو که نزدیکتون هستن رو پیدا بکنید. حالا ما به طور مثال میریم اینجا کتاب های رنتال. اینا کتاب هایی هستن که الان برای رنت وجود دارن. روزی 10 سنت اجاره داده میشه. لزومن کتاب هایی که اینجا هست کتاب های من نیست. همونطور که گفتن این سایت مال همه هست. همه میتونن عضو بشن، همه میتونن کتاب بذارن.
و اینکه اطلاعاتی که وارد میکنید برای این کتاب ها چقدر دقیق باشه بستگی به اون فردی داره که دیتا رو وارد میکنه و کتابش رو به اشتراک میذاره. پس ممکنه هر کتابی عکس نداشته باشه، توضیحات کامل نباشه مثل همه مارکت پلیس ها. اون کسی که خودش کتاب رو وارد میکنه مسئله هست. هر چقدر دقیق تر خب انتخاب راحت تر میشه. به سطح سیل ما این گزینه رو هم گذاشتیم که کتاب فروش داشته فروش کتاب هم داشته باشیم. خیلی از یه عدد فروشنده های ما از داخل ایران کتاب رو میفروشن و در واقع نماینده هستن در تهران که کتاب رو میخرن و ارسال میکنن و میفروشن اینجا و کسی رو دارن که اینجا در واقع عضو هست ولی نمایندهشون در ایران کتاب رو ارسال میکنه. اینجا شما باید به لوکیشن ها دقت بکنید. اگر ببینید اینها آمریکا هستن، بعضی کتاب ها هم از تهران هستن. مثلا یکی از فروشنده های ما سایت هوت هوت هست. هوت هوت نماینده داره. هوت هوت اگر کسی که بچه دار باشه احتمالا آشنا هست با کتاب هوت هوت. بهترین کتاب های کودکان و جوان رو دستچین میکنن و بر اساس تصویرهاشون، متنشون و بار آموزشیشون و خیلی چیزهای دیگه کتاب‌ها رو می‌فروشن. برای همین ما از سایت هوت‌هوت خواستیم که با ما همکاری بکنن و کتاب‌هاش رو در اختیار ما قرار بدن و این امکان وجود داره که شما انتخاب بکنید کتاب رو و از طریق ما سفارش بدید و دریافتش بکنید. چیزی که وجود داره الان قسمتیم بعضی از کتاب ها شما میتونید بعضی از کتاب ها گزینه پیش فروش وجود داره اگر که در امریکا باشه. مثلا الان اینجا در این سایت این کتاب هایی که وجود داره اینها وجود دارن، وجود فیزیکی دارن در امریکا و اگر که شما سفارش بدید برای شما ارسال میشه و خیلی زودتر از کتاب از ایران به دست. ولی بعضی از کتاب ها پیش فروش هستن، مثلا مثل این کتاب. وقتی لوکیشن آمریکا باشه ولی کتاب پیش فروش باشه، این به معنی اینه که کتاب از آمریکا ارسال نمیشه و از ایران ارسال میشه. گزینه دیگه که وجود داره اینه که کتاب هایی که اینجا وجود نداره و شما نمیبینید رو میتونید سفارش بدید. کاری که میکنید اینه که به ما ایمیل میزنید، میگید که چه کتابی میخواید، ما قیمت میگیریم، هزینه پست، همه چی حساب کتاب میشه و در اینجا به صورت پیش فروش برای شما قرار میدیم با قیمتی که مشخصه. اگر که دوست داشتید سفارش میدید و کتاب براتون ارسال میشه. الان با توجه به شرایط پستی که با ایران وجود داره خیلی نمیتونیم دقیق بگیم که چه زمانی میرسه. ممکنه بین 2 تا 10 هفته طول بکشه که یه کتابی دریافت بشه. پس اگر عجله دارید و کتاب رو میخواید از کتاب هایی که پیش فروش هستن انتخاب بکنید که لوکیشنشون هم آمریکا باشه یا حالا اگر کشور دیگه هستین در کشور خودتون باشه لوکیشنش. اگر وقت دارم بیشتر توضیح بدم. وقتمون که تا الان ساعت 7 شد. من خوشحال میشم اگر دوستان سوالی دارن بپرسن. من خودم هم چند سوال خدمتتون دارم و خوشحال میشم که به این سوالا در کنار سوالایی که دوستان خواهند پرسید جواب بدین. اول اینکه خیلی دوست دارم بدونم که چه چالنجایی به عنوان به حال یه خانومی که اومدین یه همچین ایده جالبی رو ارائه دادین، چه چالنجایی سر راهتون بوده برای در واقع راه اندازی این سیستم؟ همین بحث ارسال کتاب خودش برای ما یه چلنجه، ولی خب ما خیلی دوست داریم که کتاب رو در اختیار همه قرار بگیره و اگر کتابی در امریکا وجود نداشته باشه ما بتونیم این رو به دست مشتری ها برسونیم و همین مسئله پست خودش مسئله بزرگی هست برای ما، ولی خب تلاشمون رو داریم میکنیم که بتونیم این مشکل رو حل بکنیم. مثلا دیگه خود همین راه اندازی سایت بوده. خیلی سایت ها هستن که گزینه فروش دارن ولی گزینه رنت وجود نداره. خب ما برای اینکه بتونیم اینو داشته باشیم خب خیلی چالش ها داشتیم تا مشکل حل شد و
مسئله دیگه‌ای که داشتیم این بوده که همه به این سایت به دید یک سایت کتاب فروشی ساده نگاه میکنن و اینکه متوجه باشن که این سایت در واقع یک سایت کتاب فروشی نیست، بلکه یک مارکت پلیس که همه میتونن توش عضو بشن و کتاب هاشون رو داشته و کلیک دارن، خیلی برای ما مهم بوده که این هم یکی از چالش هامون بوده. استقبال ایرانی ها چقدر بوده تو این زمینه؟ چقدر فکر میکنین اطلاع رسانی و آگاه ساختن افراد تو این زمینه میتونه تاثیرگذار باشه؟ چون به هر حال یه سیستم الکترونیکی هست و فیزیکال نیست و خیلی از دوستان ترجیحشون بر اینه که یه چیزی رو شاید هنوز، یعنی در واقع ترجیحشون بر اینه که به هر حال از نزدیک ببینن و بعد حالا استفادهش بکنن. بله این چیزی که وجود داره اینه که کسایی که از سایت استفاده کردن اگر لطف کنن ریویو بکنن، به دوستانشون معرفی بکنن، این خیلی کمک میکنه که سایت ما دیده بشه. و هدف ما هدف فرهنگی بوده، هدف این بوده که کتاب های بیشتری در اختیار دیگران باشه، کتاب ها تبادل بشه و همین باعث میشه که اگر که دیگران سایت رو به هم دیگه معرفی بکنن این خیلی به ما کمک خواهد کرد. بسیار هم عالی. آیا قسمتی هم دارین که بشه کتاب های حتی درسی رو هم گذاشت؟ چون این سوال رو خدمتون میپرسم، شاید سوال دوستان دیگه و عزیزان دیگه هم باشه، چون مثلا من خودم یه سری کتابایی که داشتم با خودم آورده بودم از ایران و خب مثلا کتاب فیزیولوژی بوده، کتاب آناتومی بوده و اینجا خب من دوستانی داشتم که توی پزشکی بودم و خیلی دوست داشتن که کتابای آناتومی یا فیزیولوژی ایران رو بخونن ببینن چجوره و خب من این کتاب رو کتابای خودم رو بهشون دادم و چون نتونستیم در واقع به صورت اینترنتی این کتابا رو پیدا کنیم که بخواد به دستشون برسه، چون به هر حال کتابای تخصصی بوده و کتابای تخصصی به اون شکل به صورت آنلاین به فروش نمیرسه. درسته. تا وقتی که کپی رایت نقض نشه مشکلی نداره، یعنی هر کتابی که شما داشته باشید، ما میگم سایت الان تمرکزمون روی کتاب فارسیه، حتی کتاب به زبانهای دیگه هم باشه باز مشکلی نداره. ولی کتابای فارسی، کتابای فارسی متوجه هستم. بله. اگر مشکل کپی رایت نداشته باشه و میدونید که تو ایران مثلا یه سری کتاب ها رو خب خیلی ارزون تر از اینجا چاپ میکنن و اونها خب در واقع قانونی نیستش فروش و اجارش اینجا، به همین منظور اگر مشکل کپی رایت نداشته باشن نه هیچ ایرادی نداره کاتگوری میتونیم داشته باشیم مخصوص کتاب های درسی. حتی برای خانواده هایی که دوست دارن بچه هاشون فارسی یاد بگیرن کتاب های مخصوص فارسی وجود داره. اگر سرچ بکنن الفا، مثلا این کتاب الفا وزی با کاکا کلاغه، این کتاب خیلی خوبیه، من خودم برای بچه هم تهیه کردم، با پسرم شروع کردیم، اول فارسی رو از این طریق باش کار کردم که یاد گرفت. عکسای متعددی داره، شما میتونید ببینید، یه مجموعه کتابه به اضافه یه سری کارت و راهنما و این چیزا. غیر از اون باز اگر مثلا الف با سرچ بکنیم، کتاب های دیگه ای وجود داره، حتی بینگوی الفبایی وجود داره که بر اساس الفبا هست، بچه ها میتونن بازی بکنن، یا مگنت های الفبایی وجود داره. در این حال سرچ های ما هم بر اساس تگ، حتی گروه سنی اگر وارد بکنید میتونید بر اساس گروه سنی سرچ بکنید و میگم باز دقت این سرچ بستگی به اون روش وارد کردن اطلاعات از طریق افراد داره. اگه هر چقدر دقیق تر اطلاعاتشون رو وارد بکنن خب توی سرچ های ما ظاهر میشه. بسیارم ممنون و متشکر از توضیحاتتون. اگر که دوستان دیگه سوالی ندارن، ما از محضر خانم زینب سالاری فر مرخص بشیم. دوستان سوالی نیست؟ خب خیلی ممنون و
سپاسگزارم ازتون بابت اطلاعات بسیار مفید و جالبی که اینجا با ما شیر کردین، بابت این وبسایت بسیار عالی و زحماتی که دارین میکشین برای پابرجا نگه داشتن فرهنگ کتابخوانی در جامعه ایرانی. و به هر حال مسلما خیلی سخت خواهد بود تهیه این کتاب های فارسی با این حجم زیاد که خوب شما همینجا خسته نباشید میگم و خیلی ممنون و متشکر از اینکه تشریف آوردید تو برنامه ما و محصولتون رو به ما معرفی کردین. خیلی ممنون از شما که این محیط رو فراهم کردید که من بتونم بیام و اینجا سایت رو معرفی بکنم. از عزیزانی هم که شرکت کردن تشکر میکنم و ازتون درخواست دارم که حتما به سایت ما سر بزنید، برای امتحان کردنم که شده یه نگاهی بندازید، اگر کتابی دارید به اشتراک بگذارید. صفحه فیسبوک ما، صفحه لینکدین ما، اینستاگرام ما، همه اینا در دسترس هست. از طریق این لینک میتونید با ما تماس بگیرید و خوشحال میشیم که نظرات شما رو بدونیم. ما دوست داریم هر روز سایت رو ایمپروو بکنیم، بهتر بکنیم و نظرات شما خیلی برای ما مهم هسته. خیلی ممنون و متشکر. روزگارتون خوب و خوش باشه. شب عالی بخیر. متشکر.